دوستان عزیز، این شما و این هم آقای امیر حسین لادن، کسی که این کتاب خدا سالاری و درماندگی رو نوشتن و کسی که اون فیلمایی رو که ما براتون نشون دادیم و هنوزم دو تا از اونا روی تلویزیون مردم هر روز پخش میشه، اینها توی اون قسمت اندیشکده.net تولید کردن و امروز میخوایم چند تا سوال ازشون بپرسیم. اول اینکه آقا اون سوالی که هم من برام سوال شد، هم دوستمون برامون سوال شد، که این درجه فرهیختگی و خردگرایی و دانا بودن یا دانشمند بودن رو چجوری، خب مثلا یه رسم این بود، میگفتن فلانی دیپلم داره، فلانی لیسانس داره، فلانی دکترا داره، حالا چه کار باید بکنید؟ چون میبینیم جلو اسم هر کسی، من فکر کنم شما اولین کسی هستی که جایی ندیدم بنویسن استاد لادن یا بگن دکتر لادن. چه باید کرد و چجوری این دوستان رو از هم متمایز کنیم و به اصطلاح بفهمیم کی؟ یک کتابی هست آمریکایی‌ها میگن Who is Who، البته اونم متأسفانه خود طرف پول میده مینویسه. بفرمایید شما صحبت کنید ببینم صداتونم دارم یا نه. بفرمایید. درود بر شما. ممنونم. بفرمایید. در این رابطه معیار اندازه‌گیری چارچوب دید و برداشت خود جامعه است. شما نگاه کنید که در ایران به عقب افتاده ترین قشر جامعه، یعنی ملاها، ما میگیم علما. این کاملا مسخره است. دوم این که ما در این توهم هستیم که هر کسی که مدرک داره هم درک داره و هم روشن فکره. یه شعری هست که میگه شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، ورنه هر کو ورقی خوان معما داند. در این مورد کاملا صدق میکنه. سوم اینکه اکثریت مردم مسائل رو سیاه‌سفید میبینن، یعنی نقطه مقابل آدم عامی رو روشن فکر میدونن. خب این تصورات پوچ به وجود آورنده این روشن فکر ساختگیه که ما در جامعه همون داریم. پس حالا روشن فکر کیست و چیست؟ روشنفکر از دید و برداشت من کسیه که این پنج صفت رو داشته باشه. اول اینکه از دانش و بینش برخوردار باشه، یعنی آگاه باشه. دوم اینکه با تاریخ تحولات میهنمون بیگانه نباشه، یعنی شناخت داشته باشه. سوم اینکه خردگرا باشه. اینجا در مورد خردگرا محمد مختاری یه چیز جالبی میگه، میگه این با اتکا به خرد خودش را از آنچه در درون و برون گرفتاری زاست می رهاند. چارون با خواستهای مردم و نیازهای جامعه آشناست، درد رو تشخیص داده و بالاخره در حد تواناییش میخواد در مقابله و مبارزه یک گامهایی برداره. مثل اون زبان زد، مثل اون ضرب المثلی که میگه با دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی. یه تجربه تاریخی رو اگه با هم مرور کنیم فکر کنم اینو یه کمی باز میکنه. اون اینه که جلال عبدو در خاطراتش مینویسه که حسن علی منصور دوران شاه یک سال قبل از اینکه به نخست وزیری برسه، سال 1341، عده‌ای از تحصیل کرده های خارج از کشور رو دور خودش جمع میکنه. این اشخاص کسانی بودند که در رشته اقتصادی و اجتماعی هم اطلاعات و هم مایه ای داشتن، این لغتی که خودش به کار میبره، و میگه که ولی ایمان به رعایت منافع مردم و علاقمندی به خدمت در اغلب آنان وجود نداشت. این تعدادی از این جوانها میخواستن به هر قیمتی شده به مقامی برسن. خب میبینیم که اینها با اینکه با یک کشور غربی، با یک زبان و فرهنگ دیگری هم آشنا بودن، با
اینکه تحصیلات داشتن، یعنی هم آگاهی داشتن هم شناخت، ولی به درجه خردگرایی و آدمیت نرسیده بودن. یعنی دنبال مطرح بودن، دنبال مقام و منافع شخصی بودن. وقتی که مطرح بودن، منافع شخصی بر همه جی ارجحیت پیدا میکنه، دیگه اون روشن فکر نیست. و بر اساس این تعریف فکر کنم که ما تعداد روشن فکرامون رو به شدت کاهش دادیم. مشکل، بزرگترین مشکلی که روشن فکرای ما دارن اینه که میخوان مطرح باشن. این مطرح بودن رو باید حداقل دو بار سه بار بگم. خودکامن، خود بزرگ بینن، خود محور هستن. نیاموختن که باید اول آدم باشیم. آدمی را آدمیت لازم است، عود را گربو نباشد هیزم است. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. این در رابطه با چه باید کرد که اون دفعه صحبت کردین، ماجرای ده فرمان موسی که البته بعضی ها میگن بیشتر از ده فرمانه، ولی ده فرمانش مشهور شده. میبینیم که اون چندتای اولیش درباره بستر در مورد ستایش خدا، بعد پنجمیش پدر و مادرمون رو احترام بذاریم، و اون پنجتای بعدی همش میگه چه کارایی نکنید. کمتر جایی به اصطلاح بهمون گفتن چه کاری رو انجام بدیم. شما نظرتون کلن درباره ده فرمان موسی چی هست و چه باید کرد؟ دوباره برگشتیم به همون سوال چه باید کرد. کاملا سپاسگزارم. برای رهایی مردم و نجات ایران چه نباید کرد، حداقل به اندازه چه باید کرد، پرسشی مهم و اساسیه. من سه پدیده رو معتقدم که در مورد چه نباید کرد باید با هم مرور کنیم. نخست اینکه رژیم فقاهتی طی 14 دهه گذشته چهره اصلی و واقعیت‌های حکومت مذهبی رو به نمایش گذاشت. آموختیم که خدا و پیغمبر و مقدسات برای این آقایون شکم، تنبان و کیسه است. بنابراین باید از حکومت مذهبی دوری کرد. این یکی از چه نباید کرد هاست. دوم، با تجربه نزدیک به 3000 سال سلطنت‌های خودکامه یعنی فردی، خدا سالار یعنی مشروعیت الهی، مدعی مشروعیت الهی، نتیجه چی بوده؟ یه کشور عقب افتاده، یه ملت درمانده و یه فرهنگ مریض. بنابراین باید از دوباره سازی سلطنت دوری جست. پدیده سوم به نظر من حمله نظامی به ایرانه. برخی از روشنفکران جاه طلب و کمدان و عده‌ای از ایرانیان گمراه، ناآگاه و زبانم لال وطن فروش دنبال حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به میهنشون هستن. آیا این بیوطنان با تجربه لیبی، عراق، یمن و سوریه بیگانن؟ آیا این گمراهان نمیدانن که اسرائیل با بوق و کرنای وسایل ارتباط جمعی و تکرار اطلاعات ساختگی و دروغ پردازی موفق شد عراق رو نابود کنه و مردمش رو به خان و خاک و خون بکشه؟ نمیدانن که اسرائیل با دسیسه و نیرنگ به وسیله یکی از عوامل خود پال برمر ارتش عراق رو نابود کرد و دست آمریکا بزرگترین پشتیبان خودش رو در حنا گذاشت؟ اسرائیل بدون ریختن یک قطره خون اسرائیلی و هزینه یک دلار تونست عراق و صدام و ارتش عراق رو نابود کنه. و اما برای اطلاع جنگ طلبان گمراه ایرانی، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون 11000 هدف رو در ایران مشخص کرده برای نابودی. بلافاصله وقتی شما رقم بیش از 11000 رو میشنوین، میدونین که پایگاه‌های نظامی و سلاح و غیره
فوقش بشه 100 تا 200 تا 300 تا 1000 تا، نه بیش از 11000 تا. پس برابر این داریم درباره همه چیز ایران گفتگو میکنیم. برای نابودی اکثر اینها دو تا بمب رو در نظر گرفتن. یکیش از بانکر باستر. بانکر باستر تا 30 متر اوم در زمین نفوذ میکنه و در اونجا منفجر میشه و به صورت پودر میاد بیرون و یک شعاعی در حدود 15 مایل رو برای همیشه از بین میبره، یعنی برای حداقل 25 سال نه چیزی اونجا جانوری میتونه زندگی کنه و نه گیاهی میتونه رشد کنه. و بمب دوم اسمش هست ماپ، MOP. این ماپ داشت شعاع مثلا میخوام تا عمق 60 متر میره توی زمین و بعد منفجر میشه و در شعاع 25 مایل همه چی رو نابود میکنه. خب داریم راجع به بیش از 11000 هدف رو در باره صحبت میکنیم و داریم میگیم که تا 25 مایل این نقاط هیچ جانوری زندگی نخواهد کرد برای حداقل نیم یا یک ربع قرن. مبارزه با رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه وظیفه هر ایرانی بیدار و آگاه. این مبارزه برای جایگزینی، برای رهایی مردم، برای نجات ایرانه، نه برای نابودی منابع و صنایع کشور، پل‌ها و فرودگاه‌ها و کارخانه‌ها و نیروگاه‌های برق و تصفیه‌خانه‌های آب و گاز رسانی، اونم به دست دشمنان و به دست مغرضان و گمراهان. کسانی که با دشمن همصدا شدند یا مغرض و دلالند یا ابله و ناآگاه، وگرنه هیچ ایرانی با وجدان با شرفی تن به نابودی کشورش نمیده. سپاس بزن. خب اونایی که ممکنه این فلسفه شما رو اینجوری به اصطلاح تعبیر کنن که شاید شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید که میگید حمله نشه، در صورتی که این 11000 اگه کسی یکم ریاضی بلد باشه اینو ضرب کنه، یا حالا حتی همون 15 مایل، اصلا مثل اینکه تمام اونجا رو پوشش میده. به اونا شما چی میگید؟ اونایی که احتمالا این کارم شده، شما رو به اصطلاح تهمت زدن که شما طرفدار هستید یا با این کارتون میخواین سوپاپ مثلا آخونده باشید و اینا، به اونا چی پیشید؟ کاملا درست میگین. اتفاقا بعضی از شاهولایی ها و سلطنت طلب ها میگن که من از ایران یا از جمهوری اسلامی حقوق میگیرم، ازشون برسن لطفا آدرس رو بدین، برای اینکه 40 سال هنوز به من پولی ندادن، من دنبال پولم میگردم. ولی داستان اینجاست که ما اولا بذاریم به این خارج از اینکه چه تهمت و چه فوشی میدن نگاه کنی، و اون اینکه مشکل ما جناب سوربی، من اینو قبلا هم خدمتتون عرض کردم، مشکل ما این داستان مخالفت و موافقت اینا نیست. ما گرفتار یک کمبودهای فرهنگی هستیم که ما رو کاملا در درون خودش گرفته. من حتی یه دفعه براتون گفتم پیلوار، یعنی ما رو دست پای ما رو بسته توی اون. اینی که واقعا باید ما یه جوری با اون اول تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. برای مثال نمیخوام زیاده روی کنم، ولی نگاه کنین به این که در این 14 حداقل 30-40 گروه و شخصیت های خوب و پاک و عقاید خوب و برنامه های درست دور هم جمع شدن که اپوزیسیون تشکیل بدن. چرا موفق نشد؟ هی میرن یه شکل دیگه درست میکنن، یه اسم دیگه میذارن، میشه کنگره، میشه کنفرانس، میشه مجلس، فرق نمی کنه. نگاه نمی کنیم که چرا همه چیز با شکست و ناکامی و انشعاب روبرو میشه. ما باید اونو بررسی کنیم. اینی که به هم دیگه برچسب بزنیم، یادمه که اون آقایی که معلم بود اول انقلاب و شد نخست وزیر و رئیس جمهور، آقای رجایی، خیلی جالب بود. این اومده بود نیویورک
در سازمان ملل یه سخنرانی کرد، بعد یه دونه جلسه مطبوعاتی بود. یکی از اشخاص ازش یک پرسشی کرد که این آقا دوست نداشت، مطابق همون فرهنگ ایرانی بهش حمله شخصی کرد و من دلم برای مترجم سوخت، برای اینکه بهش به نگاه کرد، به خبرنگاره گفت تو صورتت بوی الرحمن میده. من منتظر بودم ببینم این چجوری ترجمه میکنه که صورت بوی الرحمن میده. حالا مشکل ما اینجاست که به محض اینکه کسی با ما همگام و همراه نیست دشمنه، با فوش و تهمت و دزد و فلان میخوام اینو نابود کنم. چه جالب، همین قبل از برنامه شما همشهری و دوست خوب ما آقای دکتر رضا سلامی گفته بود که میخواد پتیشن بنویسه. من گفتم آخر وقت بعد انقلاب شما میشه انقلاب پتیشنی، از من ناراحت شدی میگی شما چی کار کردی برای چی؟ میگم آقا من خودم بارها گفتم من نه کاری انجام دادم و نه بلدم، باید بلد باشی بیای بگی که من رفتم فلانجا درس این کارو خوندم، به اصطلاح آموزش شد دیدم، بعد به مردم بگی من حالا حاضرم این کارو انجام بدم. شماها تو تعارف گیر کردین، اون که میگه من اگه مردم بخوان شما برید آقای لادن یه جای بنویسید رضا پهلوی خط فاصله سربی. من ازش میپرسم آقا شما قسم خوردی من پادشاهم، حالا میگه اگه مردم بیان، مثل اینکه من بگم من مدیر مدرسه هستم بیام اونجا. حالا شما که ماشاءالله حقوقاتون رو قبلا گرفتید، بازنشستگیتون رو قبل از کار گرفتید، بعد بیام اونجا بگن آقا شما که مدیری خب معلمت کو؟ بگم آقا من فعلا اینجا نشستم، شما بیان ببینیم کی میخواد مدیر باشه. آقا یا بگو نیستم، تکلیف مردم بدونه. این که شما میگید هم تهمت میزنن هم حتی اگه دوستشون باشی تا مخالفشون بگی، گفتم من به جای که به من پاسخ بده بگه آقا من این کار انجام میدم. من یه سوالی هم از این دوستان کردم، الان شنیدم تو کازرون شلوغ شده. اولا به نظر من شلوغی بعد از نماز جمعه به هیچ جایی نمیرسه، الان همه خسته هستن و دعام کردن میرن خونه میخوابن. یک، چند درصد تو ایران اگه ما یه معیاری داشته باشیم که تظاهرات بشه اندازه گرفت، چند درصد تظاهرات و ناآرامی باید باشه تا مثلا شما بگید من حالا حاضرم برم ایران؟ اصلا حاضرید برید ایران با این سابقه ای که ما داریم که هر کی که میاد امروز میگه من آدم خوبیم، فردا ثابت میکنه که از قبلی بدتره و ما همش داریم دنبال کفندوز اولی میگردیم. اینقدر دنبال کفندوز اولی گشتیم که دیگه برای اون کفندوزی عادت شده. این الان آقای کمی آمده و توی تلویزیون میگه که مشکلی که الان مردم آمریکا دارن اینه که در برابر ترامپ نام شدن، بی‌حس شدن و میگه خیلی ها دعا میکنن که این ایمپیچ بشه، استیزا بشه و بره کنار. میگه من میگم برعکس نباید، چون مردم میگن خب دست ما نی، آوردنش بردنش، همون چیزی که ما تو ایران میگیم. میگه مردم باید دور دوم اینو انتخاب نکنن تا بفهمن قدرت اونها بوده که این کارو انجام میده. در نتیجه من با شما موافقم که تا یک کسی بهمون یه چیز مخالف میگه میخوام یه جوری همون بوی چی گفتید بوی الرحمن، حالا این بوی الرحمن یعنی چی؟ یعنی اونایی که میمیرن؟ بله دیگه، یعنی مردی ما بعد یعنی مرده ای، فکرت مرده، دیدت مرده است. من فقط یه چیزی رو اینجا اضافه کنم و اون این که واقعیت اینه که ما نمیتونیم سر خودمون کلا بذاریم. دیدین که وقتی یه اشخاصی میپذیرن که ما مشکلی داریم، بعد میگن آره اگه ایرانی ها درست بشن همه چی درست میشه، خودشون میکشن کنار. بله برابو، مثل این خودش از کره مریخ اومده. ما باید یه چیزی رو تشخیص کنیم، ما از شکم اون جامعه و اون فرهنگ اومدیم بیرون، یعنی هممون تا خرخره همون کاستی ها، همون کمبود ها، همون مشکلات داریم به درجه بندی های متفاوت. اگر ما اینو تشخیص بدیم، بعد شاید این هزارها نفری که ادعای روشن فکری می کنن و مدعی رهبری هستن، شاید راهشون رو بکشن برن کنار، برای اینکه اینها خطرناکترن، اینا مشکل زاترن تا مردم. خب اونی که نمیدونه نمیدونه، ولی کسی ادعا میکنه میدونه و مرتب هم برای مطرح بودن میخوان هر کسی جلوشون رو نابود کنن، مرتب برای همدیگه پرونده میسازن، درباره همدیگه سمپاچی میکنن، دروغ میگن، خنجر میزنن. آخه این من نمیدونم ما چی هستیم، میدونین این
من بتونم بگم خمینی هندی نیست، خمینی از شکم همون فرهنگ اومده بیرون، شاه از شکم اون فرهنگ اومده بیرون. ما هممون همینیم که هستیم. من یادمه که میگفتن توی زمان انقلاب نه اینایی که به مردم تیراندازی میکنن اینا لبنانی هن، اینا هم عرب هن. اینا مزخرفه، همش خودمونیم. ساباکی خودمون بود، سبامایی هم خودمونه. ما باید اینو تشخیص بدیم، باید بپذیریم چی هستیم و بعدش بریم دنبال خودسازی. یعنی اول خودشناسی بعد خودسازی. ولی منظور من این نیست که سب کنیم 80 میلیون خودسازی کنن و خود، نه، حداقل 8 نفر، 80 نفر، 800 نفر تا بتونیم یه غلطی بکنیم. ما مشکل ما خودمونیم. ممنونم از شما. اگر صحبتی هست بفرمایید. ما پیشنهاد کردیم که شما توی این برنامه ها هر دفعه بتونید یک بخشی یا یک، اینجا چپتر میگن، فصل میگن، ولی شما اسمش رو کتاب گذاشتید، یا چند صفحه رو بخونید تا ما با صدای خودتون این کتاب رو به صورت کتاب گویا در بیاریم. میدونم که خب سفر بودید و یه مقداری هم خستگی، ولی اگر یه روزی این کار رو قبول کردید ما هم در خدمت هستیم تا با هم این کار رو انجام بدیم. سپاسگزارم. من چیزی ندارم جز این که بگم خدمتون، یکی از دوستان خواهش کرده بود که توی برنامه شرکت کنیم در مورد روشنفکران درون مرزی و روشنفکران برون مرزی. من اصلا با روشنفکر مسئله دارم، چه دیگه درون مرز و برون مرز برای من نداره و ما اینو باید یه جوری برای خودمون حل کنیم. منظور من نه توهین به کسیه، نه کوچک کردن کسیه. میگم باید توی آینه درون نما به خودمون نگاه کنیم و ببینیم چی هستیم. بسیار ممنونم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که در برنامه های آینده هم بتونیم از شما استفاده کنیم. مرسی. سپاسگزارم. خیلی ممنون.